تاریخ تمدن قسمت 263، کلیسای کاتولیک روم. ایمان مردم از بسیاری لحاظ دیانت جالبترین رسم بشری است. ببخشید، این قسمت در مورد ایمان مردم، اصلا از اول اشتباه خوندم. کلیسای کاتولیک روم، ایمان مردم از بسیاری لحاظ دیانت جالب ترین رسم بشری است، زیرا تفسیر نهایی آدمی است درباره زندگی و تنها حربه دفاعی او در برابر مرگ. در تاریخ قرون وسطا هیچ چیز مثل وجود دیانتی همه جا حاضر که گهگاهی تقریبا آنچه میخواهد انجام میدهد است در خاطر انسان نمی نشیند. برای آنهایی که امروزه در عین راحت و وفور نعمت زندگی می کنند، درک و تصور هرج و مرج و مسکنتی که به کیشهای قرون وسطایی شکل بخشی دشوار است، لکن همانطور که باید مشکلات، مسکنت و رنجهای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان قرون وسطا را در مد نظر آوریم، از همان دریچه باید به خرافات، مکاشفات، بت‌پرستی و خوشباوری آنها نظر افکنیم. ظاهراً از بدیهیات بود که مهار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان فقط به یاری مجموعه از اصول اخلاقی میسر تواند بود که سرچشمه آن قوایی فوق طبیعی باشد. پس بالاتر از هر چیز، دنیا نیازمند کیشی بود که میان امید و محنت توازنی ایجاد کند، با تسکین خاطر از رنج محرومیت بکاهد. بزرگترین عطیه ایمان قرون وسطایی حفظ اعتماد بشر به این نکته بود که سرانجام حق بر باطل چیره خواهد شد و هر ظفری که به ظاهر نصیب شر می‌گردد سرانجام منجر به اعتلای پیروزی عالمگیر خیر می‌شود. افراد به طور مبهمی امید رفتن به بهشت داشتند، اما آشکارا از دوزخ در هراس بودند. در نظر مردمان این عهد، عیسی همان مسیح مهربان، فروتن و آرام که امروزه در سرودهای کلیسایی از وی یاد می‌کنند نبود، بلکه منتقم سختگیری بود که برای هر گناه کبیره‌ای مرتکب را مجازات می‌کرد. بسیاری از رازوران مدعی بودند که در عالم مکاشفه منظره جهنم را دیدند. در مرکز جهنم شیطان را با زنجیرهایی از آهن تفته به میله مشبک سوزانی بسته بودند. فریادهایی که وی از فرط درد در حلقوم برمی آورد پنهان نداشت. دستهایش آزاد بودند، دراز می شدند و اشخاص ملعون را می گرفت و آنها را زیر دندانهایش مثل انگور له می کرد. نفس آتشین وی آنها را به درون حلقوم سوزانش فرو می برد. دستیاران شیطان با قلاب‌های آهنی اجساد مردمان ملعون را به تناوب گاه در آتش و گاه در آب یخ فرو می‌کردند. جکوزی بوده. یا آنها را از زبانشان می‌آویختند، یا با اره‌ای قاچقاچ می‌کردند، یا بر روی سندانی مسطح می‌ساختند، یا می‌جوشاندند و عصاره آنها را با پارچه‌ای صاف می‌کردند. در محیط دوزخ گوگرد را با آتش می آمیختند تا بوی تعفنی بر ناراحتی های مردمان ملعون افزوده شود، لکن آتش هیچ گونه روشنایی نداشت، به طوری که ظلمت موحشی تنوع بیشمار دردها و رنجها را از دیدگاه ها پنهان می ساخت. خود کلیسا رسماً درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحی نمیداد، لکن از اشخاصی مانند اوریگنس که درباره واقعیت وجود آتش دوزخ شک داشتند به خشم می آمد. در مخیله مردمان عادی قرون وسطا و در نظر افرادی مانند گریگوریوس کبیر، شیطان جنبه مجازی نداشت، بلکه وجود زنده ای بود واقعی که همه جا در کمین می نشست، هر گونه وسوسه ای به دل مردمان می انداخت و انگیزه همه نوع اعمال شر بود.
وی زنها را بسیار دوست می داشت، فریبایی و تبسم آنها را وسیله دامنداختن قربانیان خیش می ساخت. عالمان الهی اصیلائین اعم از مسلمانان و مسیحی معتقد بودند که بیشتر ابنای بشر به دوزخ می روند. اگر قرار بود که بیشتر بندگان به عوض رستگاری دچار عذاب اخروی شوند، آنگاه رحمت عیسی خالی از محبت می شد. هیچ یک از روحانیان معتبر به خود اجازه نمی داد که باور کند یا بر زبان آورد که عده رستگاران بر عده مردمانی که به عذاب اخروی دچار می شوند فزونی می گیرد. یکی از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن 13 هم تخمین میزد که نسبت عده مردمان ملعون به جماعت رستگار باید 100,000 در مقابل یک باشد. دعا کردن در حق اموات رسمی بود به قدمت خود کلیسا. ممکن است آلام ارواح در برزخ به برکت دعای دوستان زنده آنها تخفیف و تسکین یابد. قدیس حامی ایرلند برای مجاب ساختن عده‌ای از شکاکان مقرر داشته بود که در ایرلند گودالی حفر کنند و چند تن از رهبانان به درون آن پایین روند. هنگام اینکه این رهبانان از درون حفره بیرون آمدند، طبق این افسانه برزخ و جهنم را چنان به وضعی توصیف می کردن که مایه هرمان شرمندگان می شد. یه سوراخ کندن، چند تفره کردن توش، اومدن بیرون گفتن عجب جهنمیه اینجا. مردم کنجکاو از اطراف و اکناف برای دیدن حفره به حرکت در آمدن و برای اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدی گشوده شد. مایه کاسبی شد اون سوراخه. در 1479 پاپ الکساندر ششم آن حفره را دام شیادی خان و فرمان به مسدود کردنش داد. جمله این پندارها را جمعی از معتقدان شیاد از خود جعل کردند تا مردم را در هراس نگاه دارند و بر آنها افسار زنند، و اکنون مشتی مردم ظاهرساز این شیوه را تعقیب می کنند. منقول است که چون این سخن بر زبان وی جاری گشت، همانجا در دم به فلج و آرزوی جنون مبتلا شد. حالا عده ای از این سخنان یا داره میگه که اون روزا بوده و مردم رو به وحشت مینداخته. خلاصه طرف تا یه حرفی رو زده همونجا کارش ساخته شده، هنوز هم داره. اگر خداوند قبلا به گناه و هبوط شیطان آگاه بود، از چه رو را آفرید؟ شکاکان مدعی بودند که خداوند نمیتواند آنقدر ظالم باشد که آدمی را برای گناهی محدود با عذابی نامحدود مؤاخذه و تنبیه کند. جواب علمای الهی به این ادعا آن بود که ارتکاب به یکی از گناهان کبیره بی حرمتی است به خداوند، لذا متضمن گناهی نامحدود. یکی گفته که اگر دستم به خدایی برسد که از 1,000 نفر آدمی که خلق کرده یکی را رستگار می کند و باقی را به دوزخ می فرستد، او را مانند خیانتکاری خواهم گرفت، جوارهش را به سختی از هم خواهم درید و به صورتش آب دهان خواهم افکند. برخی شکاکان دیگر با خوشمشربی بیشتری دلیل می آورند که روح و جسد در برابر آتش جهنم پس از مدتی بی‌حس می شوند و به همین سبب هر کس که به دوزخ معتاد شود در آنجا به همان اندازه فارغ البال است که در هر جای دیگر. پذیرش مردم و بیشتر قوه تخیل آنها سبب رواج 100,000 داستان در باب معجزات و حوادث و قوای فوق طبیعی شد. شیر ماده بچه‌ای می‌زاید. نوزاد مرده به دنیا می‌آید. مادر 3 روز از آن مراقبت می‌کند. روز سوم پدر از راه میرسد، بر صورت نوزاد میدمد و او را زنده میکند. به همین ترتیب بود که پدر قادر مطلق فرزند خیش خداوندگار ما عیسی مسیح را در عرصه ممات به عالم حیات برگردانید. یک کودک شیطان انگلیسی در صدد برآمد، جوجه های کبوتری را از لانهش برو باید. دست کودک به طور معجزه‌آسا بر سنگی که تکیه داده بود خوش شد و فقط دعاوی سه شبانه روز مردم ده بود که کودک را از آن مهلک رهایی بخشید. این داستانایی که قبلا بوده. کودکی در یک زیارتگاه به مجسمه که عیسی را به شکل کودکی مجسم می نمود لقمنانی پیشکش کرد. صورت سنگ مسیح از آن کودک تشکر و وی را به بهشت دعوت کرد. 3 روز بعد از این مقدمه کودک مزبور درگذشت. پاپ محبوب لئو نهم
که چون بعد از گردش و اصلاحات خیش از فرانسه و آلمان به ایتالیا بازگشت، آبهای رود چون دریای سرخ بر روی موسا به دو سو رفت تا وی از رودخانه بگذرد. خلاصه دریا واسه موسا که باز شده، هیچی واسه پاپ هم اون دوره باز شده. قدرت مسیحیت در آن بود که به مردم ایمانی ارزانی می داشت نه معلومات، هنر می داد نه علم، و زیبایی عرضه می کرد نه حقیقت. مردم ترجیح می دادند که چنین باشد. اگر قرار می بود که کلیسا خود را جایز الخطا بشمارد، پایه اعتقاد مردمان نسبت به چنین بنیادی قطعا متزلزل می شد. مردم معتقد بودند که همگی در دست و اختیار نیروی هستند به مراتب عظیم‌تر از آنچه در حیطه امکان علم هر بشری است. در عالم مسیحیت درست مثل جهان اسلام، مردم خود را تسلیم خدا کردند و حتی در بهبوهه هرزگی، خشونت و بی‌حرمتی به مقدسات، در تکاپوی خدا و رستگاری ابدی بودند. آیین‌های مقدس مراسم و تشریفاتی بودند که به طور رمزی حکایت از اعطای فیض الهی میکرد. کاملا هم رمزی بودند. مهمترین آیین‌های مقدس غسل تعمید بود. تعمید به دو منظور انجام میگرفت. اول آنکه لکه گناهکاری ذاتی را از دامان شخص بزداید. دوم آنکه با این ولادت جدید فرد را رسما در سلک مسیحیان درآورد. در قرن نهم نخستین روش تعمید آن بود که کودک را سراپا در آب فرو برد می بردن، لیکن به تدریج افشاندن آب بر روی کودک که در اقلیم شمالی خطر کمتری برای مزاج کودک داشت، جانشین آن رسم اولیه شد. در صدر مسیحیت مرسوم بود که غسل تعمید را موکول به دورانی کنند که کودک پا به سن گذاشته باشد، اما به تدریج در قرون وسطا تعمید نوزادان رواج یافت. در کلیسای شرقی بیزانس معمولاً آیین‌های تعیید و قربانی مقدس بلافاصله پس از غسل تعمید دوباره درباره کودک اجرا می‌شد، و حالان که در کلیسای غربی یعنی روم به تدریج آیین تعیید را موکول به 70 سالگی کردند، تا آنکه کودک در عرض این مدت به اصول و مبادی ایمان مسیح آشنا شده باشد. مهمتر از تعمید آیین توبه بود. بعضی اوقات این بنیاد برای مقاصد سیاسی به کار می رفت. طرف یک کاری بود تو مملکت، می رفت تو کلیسا توبه کنه، اعتراف می کرد، کشیشم می دوید لش می داد به دشمن. بر توبه پاره آثار سو نیز مترتب بود. برخی از مردم ساده لوح آمرزش گناهان را در حکم رخصتی برای تجدید گناهان می‌دانستن. بله، طرف می‌رفت گناهان شسته می‌شد، از اول شروع می‌کرد گناه کردن، می‌گفت والا که ریست شدیم از نو. در دورانی که مسیحیت جنبه بدوی داشت، اعتراف به گناهان به صورت علنی صورت می‌گرفت. در قرن چهارم میلادی اعتراف خصوصی یا محرمانه جانشین اعتراف علنی شد، تا این مسئله مایه شرمساری بزرگانی که مایل به اقرار به گناهان خیش بودند نشود. در قرن دوازدهم اختیار کلیدهای ملکوت که در دست اسقفان بود به کشیشان نیز داده شد. دیگه کاسبی را افتاد، آقا کلید بهش دست اسقفان بوده، کشیشان با دمش نمی دیدی. آمرزش گناهان به شرط آنکه از عهده امور خیر و انجام طاعات مقرر برایند مقدور بود. کلیسا بعضی از افراد روحانی را مأمور کرد که به عنوان تحصیلدار به فروش آمرزش در برابر طاعات، توبه و توحف در برابر مبالغی گرد آورند. خلاصه راه زدن تو خیابون، پول میگرفتن، گناهان را میبخشیدند. این گونه افراد برای تشویق مردمان به دادن توحف و هدایا، اشیایی که به معرض تماشا میگذاشتند که واقعا یا به طور مجعول از یادگارهای قدیسان دین به شمار میرفت، مثل استخوانهای جانوران یا اموات. استخوان جانوران میبردن جا حواریو میفروختن، استخوان یا اموات معلوم نبود چی بود، میفروختن که طرف اینو بخره بره بهشت، یا اموات بی صاحب را به جای استخوان قدیسان به مردم نشان میدادن. از عیسی مسیح روایت کرده بودند که هنگام شام آخر اشاره به نان کرده و گفته بود این است بدن من، و اشاره به شراب کرده و گفته بود این است خون من. کلیسا این کلمات را به معنی لفظ به لفظ آن پذیرفت.
هزار معجزه به نان مقدس نسبت دادند. نان مقدس همون بود که کلی یهودی بابتش کشتند، خوندیم. و مدعی شدند که شر اهریمنان را دفع می کند، علاج امراض است، مانع از بروز حریق می شود و با مسدود کردن حلقوم دروغگویان آنها را رسوا می سازد. مردم در بیشتر دعای خیش تضرع به سوی عیسی، مریم و قدیسین دراز می کردند. ظاهرا عاقلانه تر بود که انسان در دعای خیش قدیسی را، این تیکه را گوش بدید، ظاهرا عاقلانه تر بود که انسان در دعای خیش قدیسی را بر طبق قانون کلیسا در که در بهشت است خطاب بساز، مخاطب سازد. یعنی آقا به جایی که بری دنبال خود خدا یا حتی عیسی، دنبال قدیسه برو، به قدیسه بگو آقا قدیسه تو برو پیش عیسی بگو منو ببخشه و وی را نزد عیسی مسیح شفیع قرار دهد. با این آشنا نیستید؟ به همان نحو که در دوران جاهلیت روم همه چیز و همه کس صاحب رب و نوعی بود، اینک هر ملتی، شهری، دیری، کلیسایی، حرفه‌ای، آدمی و بحرانی در زندگی قدیس یا امامی را به عنوان قدیس حامی و قبله حاجات خود قبول داشت. همه یه قدیس داشتن، به قدیسه میگفتن، قدیسه به خدا و عیسی میگفت، سر عیسی شلوغ بوده. کلیسا به تنظیم گاهنامه ای مذهبی مبادرت ورزید که به موجب آن هر روزی از سال عید یکی از قدیسان بود، لکن برای همه، یعنی 25,000 قدیس بود که تا آن قرن از طرف کلیسا به مقام قدیسی ارتقا یافته بودند، در یک سال جا نبود. یعنی 25,000 تا قدیس داشتن که خود کلیسا قدیسشون کرده بود. مردم دست از بوسها بر نداشته، مردم دست از بوتا بر نداشته اند، بلکه فقط نامهای آنها را تغییر دادند. و به این همه تعدد قدیسان طبعا یادگارهای فراوان از آنها به جا مانده بود، استخوانها، مو، لباسها، چیزهایی که در دوران حیات به کار برده بودند. فخر کلیسای سان پیترو آن بود که مدفوع دو حواری، خیلی جالب بود، مدفوع دو حواری پتروس و بولس است و همین امر شهر روم را مهمترین زیارتگاه مسیحیان اروپا ساخته است. ببخشید مدفنه. خلاصه فخر کلیسای سن پیترو آن بود که مدفن دو حواری پتروس و بولس است و همین امر شهر روم را مهمترین زیارتگاه مسیحیان اروپا ساخته. سه کلیسای مختلف فرانسه هر کدام مدعی بودند، گوش بدید اینجا رو، سه کلیسای مختلف هر کدام مدعی بودند که جسد کامل مریم مجدلیه را در تملک دارند. همین الانم داریم ها، یه عزیزی چندین جا به خاک سپرده شده. سه تا کلیسا گفتن آقا جسد کامل مریم مجدلیه اینجاست. پنج کلیسا در فرانسه اظهار می داشتن که یادگار اصلی از ختنه کردن عیسی را در تصرف دارند. هنگام تاراج قسطنطنیه بسیاری از این اشیای مقدس به سرقت برده شد. پاره را مردمان آزمن خریدن و در مغرب از کلیسایی به کلیسایی بردن تا مگر به مشتری راقب تری که حاضر به پرداخت بالاترین مبلغ باشد بفروشند. همه این اشیای متبرکه را دارای خواص فوق طبیعی می دانستند و درباره معجزاتی که به برکت وجود آنها حادث می شد هزاران داستان نقل می کردند. چنین کسب پرمنفعتی گروهی بسیاری را به کار واداشت. آقا دنبال کار می گشتی، بیا اینم کار. هزاران اشیای متبرکه به کلیساها و افراد و مردم فروخته می شد و دیرها هر وقت توهی دست می شدن، گوش بدید، و دیرها هر وقت توهی دست می شدن به تمام می افتادن که اشیای متبرک جدیدی کشف کنن. تا پولش کم می مد دوتا استخون پیدا می کرد می برد به مردم می فروخ به جای استخون قدیسی. این جریان سوء استفاده به جایی رسید که اجساد قدیسان را قطعه قطعه می کردن تا در چندین محل از عنایات عالیه و قدرت آنها برخوردار شوند. پیرزنان یاوه‌گو و خیلی عظیمی از کنیزکان فرومایه در سر دوک‌های پشمیسی خود افسانه‌های جعلی قدیسان را پروبال می‌دهند و اگر کسی سخنان آنها را یاوه خواند، حالا اینجا رو گوش بده، یه مو چرت و پرت و افسانه جعلی از خودشون در میارن، یه مو شدن بی سواد. حالا اگر کسی سخنان آنها را یاوه خواند، با ابزاری که پشم نریسته بر روی آن قرار دارد به طرف حمله ور می‌شدند. حالا اگه مردی بگو آقا داستان چرت میگیرن، لهت میکنن.
چندین کلیسا مدعی تملک سر یحیای تعمید دهندند و از تعداد سرهای آن قدیس سربریده اظهار حیرت میکنند. انقدر سر یحیی خلاصه تو کلیسا هست که معلوم نیست یحیی چند تا سر داشته. اعتقاد به قوه اعجاز اشیا، طلسم ها، تعویض ها و اورات همان اندازه در اسلام عزیز بود که در جهان مسیحی، و هر دو آیین این معتقدات را از ادوار بت پرستی باستان اقتباس کردند. اینو بگیرید، همشون اینا رو از بت پرستا یاد گرفتن، آوردن اینجا تو خدا هم اجرا کردن. فشاندن آب مقدس بر روی مؤمنان همان رسم قدیمی دفع اجنه از انسان بود. حرکت دسته ها و غسل شعایر و تشریفات ازمنه بسیار قدیم را ادامه میداد. جامعه های ویژه کشیشان و عنوان پاپ از میراث های عهد جاهلیت روم بود. اون موقع که خدا را قبول نداشتن همین جوری بودن. کلیسا چون متوجه شد که روستاییانی که به دین مسیح در آمده بودند هنوز بعضی از چشمه ها، چاه ها، درختان و سنگ ها را محترم می شمردند، شرط عقل ندانست که یک بار رشته پیوند مردم را با این رسوم کهن بگسلد، بلکه آنچه را مردم گرامی می دانستند مشمول دعای خیر گردانید و به آنها رنگ و لعاب مسیحی داد. اومد همون خرافات قبلی طرف رو فقط رنگش رو عوض کرد، گفت اینا مال مسیحی هست، حالا تو بپرست، فقط تو بپرست، منو بپرست. جشت های ادوار قدیم که در نزد مردم عزیز بود یا به عنوان مهلتی برای تسویه اخلاق عمومی ضرورت داشت دوباره به صورت اعیاد مسیحی ظاهر شدند. از تسعید آیین های پرستش الهه مادر ادوار جاهلیت داشتیم. الهه مادر همیشه بود، چند هزار سال قبل از میلاد مسیح، به آیین پرستش مریم عذرا در این مورد نیز ابتکار عمل با خود مردم بود. مریم عذرا از کجا شد؟ مریم عذرا چون الهه مادر وجود داشت، همون الهه مادر شد تو لباس مسیحی. تو دیانت اسلام هم داریم، فرق نداره، ملت فقط رنگ بتو عوض میکنند، بت همونه. در سال 431 اسقف اعظم اسکندریه در طی موعظه معروفی که در افسوس ایراد کرد بسیاری از تعابیری را که مردم مشرک آن نقطه از روی خلوص نیت در مورد الهه بزرگ آرتمیس دیانا به کار می بردند بر مریم عذرا اطلاق کرد. در همان سال شورای افسوس علی رغم اعتراضات نستوری ها مقرر داشت که از آن پس مریم را به مادر خدا ملقب سازند. به تدریج تمام این ویژگی های لطیفی که خاص الهه هایی مثل آستارته، کوبله، آرتمیس، دیانا و ایسیس بود در پرستش مریم عذرا با هم جمع آمد. در قرن ششم کلیسا مقرر داشت که همه ساله روز 13 ماه اوت را که در اعصار باستان اختصاص به جشن‌های ایسیس و آرتمیس داشت به عنوان عید صعود مریم به آسمان جشن بگیرند. روزش هم همون روز بود. مریم عذرا قدیسه حامی مردم قسطنطنیه و خاندان امپراتوری گردید. شمایل وی را در پیشاپیش هر دسته بزرگ هم می‌کردند. در عالم مسیحی یونان هیچ کلیسا و خانه‌ای نبود و هنوز نیز نیست که مزین به تصویر مریم نباشد. احتمالاً جنگ‌های صلیبی بود که آیین مریم پرستی را به نحوی خودمانی‌تر و جالب‌تر از مشرق اروپا به مغرب سوقات آورد. مردم به میل و نظر خیش رعبهایی را که علمای الهی توصیف کرده بودند به کمک شفقت مادر مسیح کاهش دادند. از این پس گناهکاران برای تقرب به مسیح دست به دامن مریم می زدند که هیچ کس را از در نمی راند. الان هم داریم که فلانی هیچ کس از در نمی راند و فرزندش که هنوز بلند منزلت و عادل بود نمیتوانه شفاعت او را نپذیرد. مریم رو میکشوندن وسط که بلندش بره شفاعتش، طرفی که مثلا کار خطا کرده شفاعتش پیش مسیح بکنه. مریم عذرا فرزند خیش عیسی را
ترغیب کرد تا جوان را ببخشد. یه داستان بوده که جوان عیسی نبخشیدش، رفت به مریم گفت، مریم عیسی رو راضی کرد، عیسی بخشیدش. حالا داستان ها رو بشنوید. یکی از برادران عامی را شنید که در مناجات خیش به عیسی میگفت خداوند، اگر تو مرا از بند این وسوسه نرهانی، شکایت تو را به مادرت خواهم کرد. مؤمنان آنقدر مریم عذرا را شفیع می ساختند و به درگاهش دعا می کردند که عیسی در اذهان مردم به صورت مردی حسود در آمده بود. یعنی عیسی تحویل نمی گرفت، خودش می گفته نه، باید به مریم می گفتی، مریم زور مادری می گفته تو رضایت می داده. خلاصه دین جدیدی پدید آمده بود و شاید مذهب کاتولیک با جذب این کیش نوین پایدار ماند. یک انجیل مریم به وجود آمد. مردم افسانه ها را خلق می کردن و رهبانان آنها را به کتابت در می آوردن. آقا الان هم دارن در می آرن داستان هایی. من تا یه همین چند ساله شنیدم که بگم خندتون می گیره، ولی نمیدونم چطور طرف خندش نمی گرفت. نوست من تعریف می کنم. بیوه تنها پسر خود را در اختیار کشورش گذاشت و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد. آن زن بیوه همه روز دست به دعا به درگاه مریم عذرا برمی داشت تا پسرش آزاد شود و نزد وی بازگردد. چون چند هفته گذشت و خبری نشد، زن تندیس کودک را از آغوش مریم دزدید و آن را در خانهش پنهان ساخت. مریم باکره چون حال بدین منوال دید، در زندان را گشود، جوان را آزاد کرد و به وی گفت فرزند، به مادرت بگو اکنون که من تو را آزاد ساختم، او نیز فرزند مرا به من بازگرداند. هیچی، یعنی رفت عروسک مجسمه عیسی رو از تو بغل مریم دزدید، برد خونش. مریم هم بچهش آزاد کرد، گفت پسرم بگو مادرت عروسک که منو ورمی. داستان دزدی را میخوانیم که همیشه قبل از شروع به دزدی به مریم دعا میکرد و چون گرفتار به دار آویخته شد، طرف دوز بوده، وقتی خواستن دارش بزنن، مریم با دستای نامرئی خیش آنقدر وی را بر بالای دار نگاه داشت تا متوجه این قضیه شدن و آزادش ساختند. به حکایت راهبه‌ای میرسیم که دیر خود را ترک گفت تا روزگار را به گناهکاری بگذراند. چند سالی بعد شرمسار و توبه‌کار بازگشت و متوجه شد که مریم باکره که هیچ روزی از دعا به درگاهش خودداری نورزیده بود، یعنی تو آقا هر کاری میخوای بکن، فقط این مریم رو دعا کن. بیا دیگه، طرف راهبه رفت هر کار دلش خواست کرد، فقط دعا کرد. این دزده دزدیشو میکرد، دعاشم میکرد، آخرم هیچیش نشد. تمام مدت به عنوان یک راهبه به جایوه خدمت میکرده، از مریم از رام این نبوده به جاش خدمت میکرده و به طوری که هیچ کس متوجه غیبت او نشده بود. دمش کرد. سرانجام کلیسا ابتدا اجازه داد که مؤمنان مفهوم آبستنی معصومانه مریم را بپذیرند و سپس در 1854 رسماً پیروان خود را به قبول واداشت. مفهوم بران بود که نطفه مریم عذرا بری از گناهان ذاتی است که بر طبق الهیات مسیحی هر کودکی از دوران آدم و حوا به آن گناه دچار است. مریم پرستی مذاهب کاتولیک را از صورت یک مذهب رعب‌آور که شاید برای قرون تیرگی ضروری بود به یک مذهب ترحم و محبت مبدل کرد. شعایر و مراسم مذهبی. کلیسا دستور داد که مؤمنان در ایام مقرر روزه بگیرند، به این نحو که هر روز جمعه میبایست از خوردن گوشت خودداری ورزند. در طی 40 روز ایام روزه بزرگ لب به گوشت، تخم مرغ یا پنیر نزنند و در ماه روزه هر روز ساعت 3 بعد از ظهر افطار کنند. در کلیسای یونانی و گاهی هم در کلیسای لاتین مرسوم بود که حین اجرای این مراسم مردان و زنان هر کدام در جای جداگانه استقرار یابند. هیچ گونه صندلی برای نشستن وجود نداشت، همگی به پا می ایستادند یا در لحظات فوق‌العاده جدی مراسم زانو می زدند. مردمان فرتوت یا ناتوان از این قاعده کلی مستثنا بود. کلیسا روش تعلیمات اخلاقی خود را از راه ایمان بر پایه استدلالات عقلانی استوار نساخت، بلکه برای این منظور به کمک درام، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماری، افسانه پردازی و ادبیات به حواس آدمی توسل جست
و باید اذعان کرد که به این گونه توسل ها به حسیات عمومی چه برای خیر و چه برای شر به مراتب بیشتر نتیجه می دهد تا رو آوردن به قوه عقلانی انفرادی که دستخوش تغییر و تحول است. مردم ها راحت تر میشه احساساتی کرد تا منطقی باشون حرف بزنی، چه تو شر چه تو خیر. از راه توسل به حسیات مردم بود که کلیسا هنر قرون وسطایی را به وجود آورد. مردان و زنان قرون وسطایی معمولاً برای کفاره گناهان یا نذری که کرده بودند، برای شفایی که به طور معجزه آسا می‌طلبیدند، برای طلب بخشایش گناهان و بالاخره مثل جهانگردان عهد جدید برای دیدن مناظر و سرزمین‌های بیگانه و پیدا کردن ماجرایی ضمن راه برای فرار از یک نواختی زندگانی محدود خالی از شور و شر، همه اینا رو گفت که بگه به عزم زیارت اماکن معینی به حرکت در می آمدن. به این دلایل می رفتن زیارت، بعضی واسه گردش، بعضی واسه دعا، بعضی واسه که تو خونه نمونن. در پایان قرن 13 هم تعداد این قبیل مراکز زیارت مسیحیان به حدود 10,000 بالغ شد. دلاورترین زائرین عزم سفر فلسطین می کردند و گاهی پیاده یا با تنپوشی که فقط یک پیراهن بود، معمولا با صلیب، عصا و کیسه‌ای که جملگی را کشیشی بخشیده بود، به راه می افتادند. در سال 1054 لیدبر اسقف کامبره سالار قافله‌ای بود مرکب از 3,000 نفر زوار اورشلیم. در 1064 دو اسقف اعظم کلونی و ماینتس و اسقفهای شپایر، بامبرگ و اوترشت به اتفاق 10,000 نفر مسیحی که به دنبال ایشان روان بودند به عزم اورشلیم حرکت کردند. 10,000 نفر. 3,000 نفر از این جماعت بین راه به هلاکت رسیدند و فقط 2,000 نفر به سلامت به زاد بوم خود برگشتند. 10,000 نفر رفتن، 2,000 تا برگشتن خونه. حالا نمیدونم 3,000 تا به هلاکت رسیدن، 5,000 تا چی شد نمیدونم. جماعت دیگری از زائران برای زیارت استخوان‌هایی که به گفته مشهور از آن یعقوب حواری در کومپوستلا واقع در اسپانیا بود، از کوههای پیرنه عبور کردند یا از راه اقیانوس اطلس جان خیش را به خطر انداخت. چون ترکان آخرین مبارز صلیبی را از فلسطین بیرون کردند، فرشتگان این خانه را به هوا بلند کردند و در محل دالماسی به زمین گذاشتند. این اعتقادشونه که یعنی چون حالا ترکا مبارزان صلیبی از فلسطین بیرون کردن، فرشتگان یه خونه رو بلند کردند، بردن یه جای دیگه. همان خانه بود که مریم با عیسی در ناصره در آنجا زندگی می‌کردند. تخمین زده اند که در آن 12 ماه هیچ روزی نبود که کمتر از 200,000 نفر مردم شهرهای بیگانه از دروازه های شهر روم بگذرند. هنگام عید روی هم رفته 2,000,000 نفر زائر، هر کدام مبلغ اندکی هدیه کردند. حالا میخواد همینو بگه که این همه زائر هر کدوم یکی یه ذره پول میدادن. از این هدایای اندک در برابر مقبره پتروس حواری چنان گنجینه عظیمی انباشته شد که دو کشیش کجبیل به دست شب و روز مشغول جمع‌آوری این مسکوکات بودند. کلیسا به این مراسم مذهبی گوناگون پاره ای از رسوم اجتماعی را نیز افزود، به مردم تعلیم داد. یعنی میگه فقط این نبود که کلیسا فقط اینجوری باشه، حالا داره کارهای دیگه کلیسا را هم میکنه. به مردم تعلیم داد. البته دوره تا دیم داد، دوره خوندیم، توی دوره یه جوری بودن، توی دوره یه جوری بودن، توی دوره بعضیشون یه جوری بودن، بعضیشون یه جوری بودن. حالا اون وریاشو میگه، این وریاشم میگه. به مردم تعلیم داد که کارگردان حیثیتی دارد و آر نیست و خود با گماشتن رهبانان به کار کشاورزی و صنعت دستورهای خود را به موقع عمل گذاشت. سازمان کارگران را در اصناف تقدیس کرد. کلیسا یا کلیسای جامع علاوه بر یک مرکز روحانی در حکم باشگاه اجتماعی دهکده یا شهر بود. پاره اوقات محبته کلیسا یا حد خود کلیسا با رضایت روحانیان خوشمشرب برای انبار کردن قله یا کاه یا شراب، برای آرد کردن گندم یا برای انداختن آبجو مورد استفاده قرار می گرفت.
در آنجا بیشتر ساکنان دهکده غسل تعمید دیده بودند و بعد از مرگ به خاک سپرده می شدند. در آنجا مردان و زنان سالمندتر روزهای یکشنبه برای بحث یا وراجی جمع می شدند و دختران و پسران جوان برای خودنمایی و دیدن یکدیگر گرد می آمدند و در آنجا گدایان اجتماع می کردند و صدقات کلیسا توزیع می شد. قانون کلیسایی: هیچ یک از دادگاه های کلیسایی حق نداشت به صدور فتوای خون یا به عبارت دیگر حکم قتل در مورد بزهکاری مبادرت ورزد. کلیسا اون زمان خون نمی ریخت. بعد حالا گفته اگر هم میخواست کسی رو بکشه میداد به امپراتور و به دولت، اینا میگفت شما بکشید ما نمیکشیم، ولی میگفت میکشتن دیگه. معمولا قبل از پیدایش، البته توی یه دوره هم که راه افتادن کشتن دیگه، ولی توی یه دوره حالا گفت ما دیگه خون نمیریزیم. معمولا قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افکار، این دستگاه تفتیش افکار هم خواهیم خوند وحشتناک بوده چقدر مسیحی ها از خود مسیحی ها کشتند، اتکای کلیسا به این بود که رعب و هراس های دینی در دل متخلفان بلقوه یا مجرمان اندازد. ترس میداختن تو دل مردم که خلاف نکنن، گناه نکنن از ترس و وحشتشون. تکفیر صغیر یا جزئی: یک مسیحی را از اجرای شعایر کلیسا محروم می‌ساخت. پس دو مدل تکفیر داریم، تکفیر داریم. یه تکفیر صغیر بوده یا جزئی که فقط مسیحی از اجرای شعایر کلیسا محروم می‌ساخت. خب اونم وحشت می‌کرد وقتی مؤمن بود، وای من نتونم بیام کلیسا، وای من نتونم دعا کنم. اصلا یه دفعه انقلاب می‌شد بابت اینکه طرف اجازهشو نداشت. این مجازاتی بود که هر کشیش حق داشت آن را به موقع اجرا گذارد. به عقیده مؤمنان چنین تکفیر حکم محکومیت ابدی به عذاب اخروی را پیدا می‌کرد. تکفیر کبیر، حالا مدل دوم، حکمی بود که تنها از جانب شوراهای دینی یا نخست کشیشان صادر می‌شد، یعنی پاپ، و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صلاحیت شوراها یا اسقفان باشند. حکم تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه همبستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم می‌کرد، به این معنی که تکفیر شده نمیتوانست از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند یا حق ارث داشته باشد یا عملی انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد، لکن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دهند. دیگران میتونستند از او شکایت کنند، او نمیتونند از کسی شکایت کنند. به علاوه هیچ مسیحی مجاز نبود با وی بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند. اگر مسیحی باش سر یه سفره می نشست یا باش صحبت می کرد، زیرا چنین عملی متخلف را محکوم به تکفیر صغیر می ساخت. حالا اون طرف تکفیر صغیر می شد. هنگامی که روبر پادشاه فرانسه برای ازدواج با برادرزاده خیش تکفیر شد 998، کلیسا، درباریان و تقریبا همگی خدمتکارانش او را ترک گفتند. دو نفر خدمتکاری که در دربار ماندند هر خوراکی را که بر سر سفره پادشاه باقی میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق آلوده شوند. بعضی اوقات که جرم به منتها درجه شدید بود، کلیسا علاوه بر تکفیر اشخاص متخلف را لعنت میکرد. گاه آخرین تیری که شخص پاپ در ترکش داشت تحریم تمام یا اغلب مراسم مذهبی بود. یه دفعه یک کشور را تحریم میکرد که کلیساش اجازه ندارن مراسم مذهبی بذارن، برای اینکه پادشاه اون کشور تحت فشار بذاره و به نتیجه میرسید، چون مردم وحشت میکردند. قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی میدانست و میترسید که آنکه مبادا بدون آمرزش گناه ها ناگهان دست اجل گریبانش را بفشرد، دیر یا زود شخص تکفیر شده را مجبور به آشتی با کلیسا میکرد، یعنی پادشاه. این گونه فرامین تحریم مراسم مذهبی به سال 998 در مورد فرانسه، 1102 در مورد آلمان، 1208 در مورد انگلستان و به سال 1155 در مورد خود شهر روم صادر شد. گاهی پاپا از صدور فرمان تحریم برای مقاصد سیاسی استفاده می کردند. قدرت دستگاه روحانی را حقیر می شمردند. حالا از اون طرف هم داره جریان رو نگاه میکنه. همش هم اون نبود که همه تن بدند. حالا داره دوباره اون بره قضیه رو میگه. بعضی قدرت دستگاه روحانی را تحقیر می شمردن و نسبت به کلیسا و خدام آن سخنان ناهنجار و کفرآمیز بر زبان می راندند. فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا به هیچ کدام از فرامین تکفیری که درباره آنها صادر شد اعتنایی نکردند.
بعضی از پادشاهان هم بودن مثل مثلا انگلستان که اعتنا نکرد ولی به بدبختی و فلاکت افتاد، اومد تسلیم شد. خوندیم، باز هم میخونیم، ولی داره دوتا رو مثال میزنه که تو فرانسه تسلیم نشدن، اتفاقی هم واسهشون نیفتاد. در از هزاره اول اشاعه مسیحیت، قدرت حکومت های غیر مذهبی در هم شکسته شده بود. لاکن در قرون 13 و 14 همچنان که حکومت های غیر روحانی قدرت بیشتری به هم زدن، حقوق مدنی نیز امور بشری را یکی بعد از دیگری از چنگ قانون کلیسایی بیرون آورد. اصل سهم زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپایی باختری بنیان نهادند. روحانیان، لفظ روحانی نه فقط بر شاغلین مثل دربانها، قارئین، جنگیرها، خدام اطلاق می شد، بلکه در مورد تمام دانشجویان دانشگاه ها، کلیه آموزگاران و تمام افرادی به کار می رفت که به عنوان طلبه علوم سر خود را تراشیده بودند و بعدا در سلک پزشکان، قضات، هنرمندان و مؤلفان در می آمدند یا به عنوان محاسب یا دستیار یک نفر ادیب خدمت می کرد. در مکالمات قرون وسطایی کلیه مردم را به دو طبقه تقسیم می کردند. آنهایی که در دایره سلطه دین بودند و آنهایی که اهل دنیا بودند. برخی از روحانیان در عین حال کشیش بودند و کشیشان رسمی را تشکیل میدادند. سایر روحانیان را کلا روحانیان دنیوی مینامیدند. چرا؟ چون خارج از دیر بودند. زیرا خارج از نظارت دیرها یا به اصطلاح آن دوره در دنیا زندگی میکردند. نه اینکه طرف دنیوی بود، آدم بدی بود. در دنیا زندگی میکرد، در دیر زندگی نمیکرد. کلیه روحانیان از هر مقام و درجه وسط سر خود را می تراشیدند، جبه بالا بلندی در بر داشتند. کشیشی که امور روحانی حوزه ای را بر عهده داشت، ناگزیر بود خدا با لذات روحانی قانع سازد و حق ازدواج نداشت. از آنجا که طبیعتاً حوزه قلمرو یک کشیش و همچنین یک روستای خاوندی یا یک دهکده هر دو دارای حدود واحدی بودند، به همین سبب شخص کشیش را قاعدتاً خاوند یا مالک آبادی با جلب نظر و توفیق اسخف به کار می گماشت. پس آدم بزرگی بوده، یه دفعه کلی جا زیر نظرش بوده. کمتر اتفاق می افتاد که کشیش یک نفر آدم فاضل متبحر باشد، زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالی کاری پرخرج و کتاب کمیاب بود. پس فکر نکنید کشیش باسواد آدم بوده. برای یک کشیش همینقدر کفایت می کرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب راهنمای فرایض و اجرای شعایر دینی برآید و کار عبادت و امور خیریه حوزه خویش را اداره کند. در بسیاری موارد کشیش در واقع یک نایب کشیش بود که مباشر امور مذهبی حوزه او را اجیر می کرد. تازه طرف وقتی یه محدود داشت، واسه تیکه های مختلفش آدم می زاشت که خودش نخواد بره. طرف تازه یکی بود زیر دست اون. مباشر امور مذهبی حوزه او را اجیر می کرد تا در برابر یک چهارم درآمد حاصل از حوزه روحانی محل امور مذهبی آنجا را اداره کند. گفت یه چهارم درآمد مال تو، اینجا رو تو اداره کن. به این ترتیب مباشر امور مذهبی حوزه ممکن بود از 4 یا 5 حوزه مختلف صاحب آیدی باشد. و حالان که کشیش یک محل در عین فقر و بدبختی زندگی کند و از طریق گرفتن هزینه محراب، هنگام غسل تعمید، عقد و ازدواج، کفن و دفن، آیین قداس برای مردگان روزگار بگذراند، به عیادت بیماران میرفت، مردمان مصیبت زده را تسلی میداد، به تعلیم و تربیت جوانان میپرداخت، دعاها را جویده جویده تلاوت میکرد. دیگه اون بالا دستیش سواد نداشت، چه برسه به این پایین دستیه. و مردمی خشن و شهوت پرست را رام و پیرو اصول اخلاقی میساخت. دو مقام کشیشی و اسخفی از مقامات و درجات مقدس به شمار می رفتند. اسخف عبارت از کشیشی بود که وی را برای هماهنگ ساختن امور حوزه های
متعددی که زیر نظر چندین نفر کشیش اداره می شدن انتخاب می کردند. از لحاظ اصولی و نظری یک اسخف را کشیشان و خود مردم برمی گزیدند، البته در دوره های معمولا قبل از گریگوریوس هفتم وی را شخص خاوند یا پادشاه مشخص میکرد. خوندیم تو دوره هایی پادشاه اینا رو تعیین میکرد یا خود ارباب اینو تعیین میکرد. بعد از سال 1215 کار انتخاب اسخف زیر نظر مجمع کشیشان کلیسای جامع و با همکاری پاپ صورت میگرفت. اسخف قدرت عزل و نصب کشیشان را داشت، لکن از اختیارات اسخف در مورد روستای دیرها و اداره امور دیرها به تدریج کاسته می شد، زیرا پاپ ها که از قدرت اسخفان می ترسیدند فرقه های مختلف صومعه نشین را مستقیم زیر نظر خود در آوردند. ابتدا این گونه وجوهات نامزدهای مقام اسخفی معمولا موافقت می‌کردند که مبلغی برای تصدی به چنین مقامی بپردازند. درآمد داشت دیگه، پس به بالادستی، حالا چه یه دوره شاه، چه دوره یه دوره امپراتور بود، یه دوره اسخف بود، با هر صورت باج سیویل می‌دادند. ابتدا این گونه وجوهات در همه جا به پادشاهان و سپس به حضور پاپا تقدیم می شد و از آنجا که اسخفان در حکم حکام غیر مذهبی نیز بودند، گاهی تسلیم ضعف نفس می شدند و خیشان خود را به مناسبی می گذاشتند. بسیاری از اسقفان چون از خاوندان فئودال می شدند در این تجمل زندگی می کردند، لکن بسیاری بودند که عمر و همخیش را صرف وقف انجام تکالیف اداری و مذهبی خیش می کردند. در رأس اسقفان یک ایالت سر اسقف قرار داشت که در چندین مورد امپراتوران آنها را برای صدر اعظمی اداره مملکت، مشورت و نمایندگی مخصوص امپراتوری انتخاب کردند. در میان نوسانات و کشمکش‌های قرن 12 رفته رفته قدرت دستگاه پاپی چنان گسترش یافته بود که پاپ ادعا می‌کرد که باید تمامی جهان زیر نگین خلیفه روحانی روم باشد. اکنون نیل به کرسی پاپی بالاترین هدف بلند پروازی بشر شده بود. از لحاظ نظری قدرت پاپ از آنجا ناشی می شد که جانشین حواریون و وارث اختیاراتی بود که مسیح به ایشان تفویض کرده بود. از این لحاظ حکومت کلیسا یه حکومت دینی بود. هر کسی حق داشت در سلک روحانیون وارد شود و در صورت لیاقت به مقام پاپی ارتقا یابد. چند تن از پاپ ها و صدها نفر از اسقف ها از میان خانواده های بی بضاعت برخواستند. وارد شدن افراد تازه نفس از هر درجه و طبقه به میان سلسله مراتب دستگاه روحانی به طور مداوم قوه ادراک کشیشان را پرورش داد. یک شنبه اسقفان کاردینال را خواهیم خواند. شب همتون بخیر.